با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه است و چهارم از ماه ژانویه 2016. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هموطن گرامی هستم، در باره مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه بدید که غزل از حافظ بخوانم خدمتتون، بعد میپردازیم به دنباله مطلب هفته گذشته. توضیحاتی هم خدمتتون خواهم داد. بله، میفرماید: گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. البته اینجا حافظ در حق اسلام و مسلمانی لطفی فرموده، میگوید که این واعظ شهر، این آخوند، تا زمانی که ریا میورزد و سالوس مسلمان نخواهد شد. در حالی که مسلمانی با ریا و سالوس و دروغ شروع شده، با سالوس و دروغ شروع شده دیگه. ها لطف حافظ است دیگه، مرحمت فرمودن در حق مسلمانی. بله، گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. اینجا رو خوب به کار برده، یعنی آخوند رو حیوان خوانده که به صرف ننوشیدن می آدم بشو نیست. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد میو انسان نشود. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه از سنگ و گلی لولو مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خود، ای دل خوش باش که به تلویس و حیل دی سلیمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. اینجا یه درد تاریخی است در واقعش، یعنی اهل هنر همواره دچار حرمان بودن و دچار گرفتاری بودن و دچار انزوا و فقر بودن. از حکیم فردوسی شما بگیرید تا عرض کنم که هنروران امروز، حالا در رشته‌های مختلف. بله ببخشید، عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدا را که پشیمان نشود. حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را، تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. این در واقع مقطع غزل، این کل فلسفه پلوتینیوس هست از فیلسوفان در واقع اسکندریه، که مایه اصلی در واقع فلسفه صوفیه شده است. این داستان ذره و خورشید و اینها که در قدیم در بابش صحبت کردم، فکر میکنم لازم باشد که توضیح بدهیم. خدمت شما عرض میکنم که یک آخوند شیعه رو در عربستان سعودی گردن زدن، که این آخوند شیعه، حالا در باب سابقش من خیلی نمیدارم، از قرار معلوم در ایران هم بوده، در اونجا تعلیمات خاص رو دیده و رفته اونجا و از ایرادها میگرفته است از این پادشاهی عربستان. اینا دو بیماری هستن در واقع. مهلک‌ترین بیماری در خاورمیانه وهابی‌گری است، نه وطنی گرامی، وهابی‌گری. بدترین بیماری و خطرناک‌ترینش که حالا چون دینی است
ما میگویم خب اینها شیعه هستن، اینها هم نمیدونم سنی هستن، اینها هم وهابی هستن، اینها چنین نیست. این یک فاشیسم خطرناکی است به نام وهابیگری. بله، سید محمد عبدالوهاب این رو اختراع کرده و ریشش رو که بکشین به ابن تیمیه و عرض میکنم که امام حنبل میرسد از این چهار تا مکتب فقهی عقب افتاده‌ترینش اینها حنبلی ها هستن. در واقع این امام اگر مقایسه کنید این دستورات فقهی شد که چه بوده، بعد ابن تیمیه است که دستور برگشت به سرچشمه اصلی اسلام رو میداده. تز و تئوری شمون بوده که دنیا فاسد شده است و بایستی برگردد به سلفی واقعی اون بوده. بعد این از کنم که محمد ابن عبدالوهاب از اون گرفته و غیر وهابی رو اساساً در دایره دین نمیشناسن. اینها دستور است که ریش و پشم بنبوهی بگذارن و از صورتی اگر شیعه جای پیدا میکنن بکشن و کار اینها که در واقع با جد بزرگ همین شاهان عربستان شروع شد با کشتار شیعیان و عرض میشود که سرقت آلات زرین از همین اماکن متبرکه شیعه مثلا اینا شروع شد و بعد هم که عربستان صاحب ثروت نفت شده اینا با پول نفت تولید وهابیگری میکنند و بیشتر شر منطقه در زیر دست پادشاهان عربستان سعودی است و در این هیچ گونه شکی نیست. هر فسادی در شبه قاره هند و پاکستان میگذرد در زیر دست اینهاست و تا بقیه شر منطقه وهابی. بله، که اینا بر این هستن که در واقع شیعه قلب پرست هست، قتلش واجب هست، از کنه به برماست که چین و چنان کنیم و این شیعیان عربستان به عنوان دیوانه شناخته می شوند. و تا اونجایی که ما دنبال می کردیم تا چند سال پیش شهادت شیعه مثلا در زادا قبول نیست چون دیوانه است. اگر دو نفر شیعه، ده نفر شیعه دیدن که اصلا یکی دیگر زد کش، شهادتش قبول نیست چون دیوانه است. باری بردن و گردن زدن. حالا دنیا چرا در واقع در باب این وهابیگری ساکت شده است؟ اینها به خاطر همین نفت متعفن است که از یک سو این آمریکایی ها با این شاهان عربستان نشست و برخاست دارن، دست در گردن اینها میاندازند، از سوی دیگر میخوان با تروریست هم مبارزه بکنن. یه چیز خنده‌داری شده واقعا. باری اینها 40 نمیدونم 48 نفری رو گردن زدن به سنت اسلامی مقابل چشم جهانیان. میگوید به زانو بنشین، چند جلاد هم این آقا دارد دستا عربستان و چند شمشیر اسلامی و خلاصه گردن میپرانن. زدن گردن این بابا رو، هم چیز کردن، قهر کردن، کشتن و آخوندها هم یک مش اجامر و اوباش رو ریختن به در سفارت عربستان و کوکتل مولوتوف پرت کردن و آتش زدن و از این کارها. یعنی ما معترضیم، در حالی که اینها هم چاقوکشان و اوباش رژیم هستن. اگر یک جایی هست که بایستی جمع شد و در اونجا رو آتش زد، زندان امام خمینی است. زندان امام خمینی یعنی همین زندان اوین، اونجا باید جمع شد و اونجا رو باید آتش زد، نه سفارت عربستان رو. که حالا عرض کنم که اینا همین چاوکشان و عرازل جمع شدن، از یک سو دستور بوده است که بزنید آتش بزنید، از سوی دیگر در خودشان فرستادن آتش نشانی کردن. یعنی عربستان مورد خشم ملت ایران واقع شد، در حالی که مردم که گوششون به این حرفا بده کار نیست که حالا آخوند رو سرش رو بریدن یا نبریدن چه فرق میکنن. اون نفرتی که از این آخوند در دل مردم است بیش از آن است که برای یک آخوند دل بسوزانن. این است که خودشان فرمی فرستن اونجا شلوکاری و کسافتکاری
از اون سوار میفرستن که یعنی اینها، یعنی این تشکیلات عربستان مورد خشم ملت ایران با و اینا ملت ایران هستن، این عجامر اوباش که اونجا سنگ پرانی میکنند و اینها. این هم این موضوعی بوده است که دو روز گذشته گاهی وقت من به اخبار نگاه کنم در میابم که چه میگذرد در اونجا. از این داستان که بگذریم، در هفته گذشته بخش هایی از یک سریال تلویزیونی که اینها درست کردن در ایران رو به شما نشون دادیم و یک توضیحاتی خدمتتون دادیم. امروز دنباله کار رو میگیریم. در واقع اینها از شبت که در اندیشه نشان دادن اون چه بوده است به طریق بسیار زشت و مبتنی بر دروغ و ترفند و نیرنگ هستن. عرض کردم این سلسله های پادشاهی که بوده است همواره کارشان همین بوده. این سلسله خامنه‌ای هم که امروز بر کار هست، این هم کارش همان هست که مردم بگوید اون چه بوده دروغ بوده و اون چه بوده نادرست بوده و اون چه بوده کفر بوده و الحاد بوده و زندقه بوده و ما آمدیم و کشور رو به نور اسلام و روی خیش منور کردیم. خوشا به حال شما که ما بر شما حکم می‌رانیم. بیا ببینید، این هم تشکیلات محمد رضا شاه بود، این هم تشکیلات رضا شاه بود و بقیه قضایا. بله، یک خوش مثلا فیلمساز هم هستن از این مزدوران رژیم، از اینجور عراجیب بسیار می‌سازن و بسیار پخش می‌کنن. عرض کنم که در هفته گذشته نشون دادیم که چگونه بسیاری از این حرفها نادرست بود. داستان سر ازدواج محمد رضا شاه بوده با فوزیه و چیزی که مرتب به میان آمد نام پران بود و همچنین حضور علیرضا پهلوی در اونجا رنگین بود، یعنی حضورش محسوس بود که میگوید همه حواسا متوجه محمد رضاست، به من توجه نمی کنید و بعد میره و در اتاق و به محمد رضا که بعد محمد رضا شاه شد میگوید که میخواید به من سم بدید، اجازه بدید ما از دقیقه 35 از دقیقه 35 تا پایان این داستان رو لطفاً پخش کنید و ما در باب علیرضا صحبت میکنیم و در باب متین دفتری صحبت میکنیم و بقیه مطالب. لطفاً پخش کنید از دقیقه 35 که در واقع فکر کنم در اونجاست که مهمانی هست و نشان میدهد که چگونه علیرضا پهلوی ناراضی است و بعد گفتگوی هم میکند. ما داستان زندگی این شاهزاده را خدمت خواهیم گفت که چگونه سقوط کرد هواپیماش، ما بچه بودیم بیاد داریم. لطفاً پخش کنید. با درود بر شما وطن گرامی، شنیدید این شاهکار جمهوری اسلامی رو براتون توضیح میدم که اینجا چند مطلب توجه کرد. یکی متین دفتری است که توضیح میدم خدمتتون، یکی موضوع اشاره به قانون هست در واقع به طور پوشیده و اون این که برابر اصل متمم اصل 37 متمم قانون اساسی بایستی مادر ولیعهد ایرانی باشد تا بتواند ازدواج کند. متین دفتری در اون روزگار نخست وزیر بود، یعنی در سال 1318 رضا شاه بعد از نطق افتتاحیه در واقع مجلس 12 و آقای متین دفتری گفت شما دولت رو تشکیل بدهید. در واقع متین دفتری در واقع چگونه ارز کنم، پدر متین دفتری پسر برادر دکتر مصدق بود، یعنی در واقع دکتر مصدق عموی ایشون میشد، عموی پدرش میشد. از سوی دیگر دختر دکتر مصدق زن متین دفتری بود که لایق تر از متین دفتری بسیار بودن برای نخست وزیری
اما بسیاری بران هستن که متین دفتری چون در سفارت آلمان ها کار کرده بود و اونجا مستشار بود و زبان آلمانی رو به خوبی میدانست و رضا شاه هم در واقع مناسباتش با آلمان ها بود، ایشون را آورد و نخست وزیر کرد. در اونجا این مشکل اتفاق افتاد که حالا چگونه می شود قانونی کرد این ازدواج محمد رضا شاه رو با خانم فوزیه. متین دفتری آمد و یک تفسیری کرد از این اصل 37 متمم قانون اساسی، یکی میگوید که بایستی حتما ایرانی باشد مادر ولیعهد، آمد و این تفسیر رو اضافه کردن و یک کلاه شرعی و سر این داستان گذاشتن. و آن این که اگر پیشنهاد مجلس موافقت با موافقت و پیشنهاد مجلس و در واقع بردن این پیشنهاد نزد شاه ایران، چنانچه پادشاه ایران به کسی هویت ایرانی بدهد او میتواند ایرانی باشد. بنابراین با این تعبیر و این تفسیر توانستن این عروسی رو به لحاظ قانونی برقرار بکنن. رضا شاه خب مردی بود دیکتاتور، کارها رو به در واقع به نظر او بود، اما هر آینه در این مجلس رو نبسته بود و گفته بود که بارها که به نفع ملت نیست که در این مجلس بسته بشود. یه رویه قانونی حداقل به کارها میداد که بعدها اونم از بین رفت. باری متین دفتری مورد غضب واقع شد و بعد از خوردن دو سه چوب به زندان افتاد. فردای اون روز دکتر مصدق رو هم دستگیر کردن و به زندان شهربانی بردن و به خراسان تبعید کردن در یک دهی اونجا که اونم داستان دیگری داره. ولی این که میگوید آقای متین دفتری توضیح بدهید، اشاره به این هست که این یک بانوی غریبه است، ایرانی نیست، به لحاظ قانونی چگونه میشود که زن پادشاه ایران میشود. این داستان عرض کنم که آقای متین دفتری و مرد تحصیل کرده ای بود و در واقع به خاطر مناسباتش با آلمان ها و تسلطش بر زبان آلمانی رضا شاه او را آورده بود. اما داستان عرض کنم پرون را هم دیدید، در واقع پرون یک توضیح دادم، به درستی نقش این پرون معلوم نیست که در بایر ایران چه می کرده و یک چهره پر رمز و رازی است. هرچه ما شنیدیم شایعه بوده و سند درستی از این که این آقا حقیقتاً چه شغلی داشت، چه مقامی داشت، آیا فقط دوستیش با محمد رضا شاه بوده که در اونجا بوده، آیا این جاسوس انگلیس ها بوده به طوری که بعضی ها میگویند، اینها اینم معلوم نشد. اما اینقدر هست که این آقا میدانیم که اهل سوئیس بوده و به ایران آمده، دوست محمد رضا شاه بوده، به سال 1961-62 فوت شده. بیش از این من چیزی در باب این آدم نمیدانم. حالا اگر انحرافاتی هم داشته است دوری که بعضی دوستان میگویند یا چیزهای دیگر یا جاسوسی میکرده، بر ما مشخص نیست که این چه است. علی رضای پهلوی عرض کنم، باید به خدمت شما عرض کنم که رضا شاه 4 بار ازدواج کرد. یکی تاج الملوک بوده که در واقع مادر محمد رضا شاه اشرف، علی رضا و شمس بوده، این 4 نفر تاج الملوک که ملکه مادرم گفته می شد. یکی اسمت دولتشاهی بوده که در سال در واقع 1995 در تهران فوت شدن و من شنیدم که وضع مالی خیلی خیلی بدی داشتن. متاسفانه اونطوری که شاهد عینی برای من صحبت کردن و در تهران ماندن و از ایران خارج نشدن و وضعیت مالی درستی نداشتن. ایشان مادر حمید رضا، فاطمه، محمود رضا، احمد رضا، عبدالرضا پهلوی بودن، خانم دولتشاهی، و بعد
قمرالملوک داریم ما، یا توران خانم که مادر غلام رضاست. بله، یک مریم خانمی هم بوده است که گویا قدیمترین همسران رضا شاه باید باشه و عرض کنم که بهشون همدم و سلطنم میگفتن اگر اشتباه نکنم، اینها بودن. بنابراین محمد رضا شاه برادر تنی علی رضا بوده است، با اختلاف سه سال اینا برادران تنی بودن. علی رضا پهلوی در واقع عرض کنم افسر بود و سال 1301 متولد شد، 1333 فوت شد، در 32 سالگی در خاطر سقوط هواپیما فوت شد. ایشون به فرانسه رفت، در اونجا وارد ارتش فرانسه شده بود، بین سال 1323 و 1326 اونجا بود و یک همسر بیوه لهستانی داشت وقتی که به ایران آمد و قطعاتی زمین در گرگان در اختیار ایشون گذاشته بودن، اونجا کشاورزی میکرد. انگلیس ها دو بار در واقع موضوع علیرضا رو برکشیدن برای که فشارهای روی محمد رضا شاه بیاورند، یکی در موضوع رفتن رضا شاه از ایران و انتخاب پادشاه برای ایران که اینها میگفتن علیرضا لایق‌تر هست، و یک مورد دیگر سر صدای بسیاری به راه انداختن و یک شایعاتی بود در این باب که بله علیرضا لایق‌تر از محمد رضا شاه است و بایستی اون پادشاه بشود. فقط اما اینا همه شایعه بود، این که اختلاف جدی هست و در دربار این حرفا میگذرد که این آقا نشان داد که اون میگوید میخوای به من سم بدهی همه تونو میکشم و این حرفا، اینا بایستی از جعلیات باشه. اینا سخنانی بود که مردم میگفتن و من بچه بودم یادم هست که از این شایعات بود در باب علیرضا پهلوی. لطفاً عکسشون رو نشون بدین. آدم رشیدی بود و همونطور که عرض کردم همسر لهستانی داشت و همواره لباس نظامی میپوشید. محمد رضا شاه شغلی به این برادر نمیداد، چیزی به عنوان بازرس ارتش و اینجور چیزا، شغلای در واقع سطحی بیهوده اینها. و در گرگان اونجا به کار پنبه اگر اشتباه نکنم مشغول بود و مشهور هست، البته دو روایت هست که یکی از زارعین ایشان مریض بشه و میگوید نگران نباش من تو رو میبرم تهران، و افسری به نام اشجعی که در واقع اشجعی فامیلش بود، سرگور بود گویا، خلبانی رو به عهده گرفته. لطفا من اونجا مسیر هواپیما رو هم من نشون دادم، اونجا از این روزنامه‌های قدیم گیر آوردم، لطفا نشون بدین هموطنان ببینن که در کجا، در یوش از نزدیکی های تهران هواپیما بنزین راه گم میکنه و بنزینش تمام میشه و سقوط میکنه و بعد از چند روز که رفتن سر محل حادثه جسد ایشون رو پیدا کردن و بقیه کسانی که همراهشون بودن کشته شده بودن. بعض کسان این واقعه رو روز 4 آبان، ما در تاریخ ها دیدیم روز 6 آبان 9 آبان هم آمده، و در بعض گزارش ها گفتن که ایشون دعوت بوده برای یک مانوری یا یک رژه‌ای که قرار بود در 9 آبان برقرار بشه و ایشون آمده بود که در تهران حضور داشته باشه و هواپیماشون در اونجا سقوط کرد و عرض می‌شود که کشته شد. سر صدای بسیاری برپا شد
کشته شدن علی رضا پهلوی توأم شد با اعدام دکتر فاطمی، یعنی در روزگاری بود که توده‌ای ها رو تیربارون میکردن و روزگار اندکی بعد از کودتا بود، خبرها بسیار متراکم بود. بنابراین از سبت که سقوط علیرضا پهلوی و هواپیماش در اونجا، در واقع اونچنان که باید، یعنی باعث مطلبی نشد که حالا ایران تکان بخورد یا اینا. بسیاری گفتن که این توطئه بوده و در هواپیما دستکاری شده بوده، اما سندی در دست نیست که ما بگوییم که حتما چنین بوده. اما اون چه میدانیم آن است که هواپیمای علیرضا پهلوی سقوط کرد و در سقوط هواپیما کشته شد. همیشه لباس یونیفرم نظامیشو میپوشید و اسلحه بسیار علاقه داشت. از کنم برادرش محمود رضا صحبت میکرد، میگفت برادر من خیلی آدم خازه ای بود، من از آمریکا رفته بودم، یک تفنگ خیلی نوع وررگی با خودم برده بودم و میرفت شکار، یک برنو از برنو ارتشی از انبار ارتش گرفته بود که این بسته بالاشم افتاده بود، یک دستمال بسته بود و با همون میرفت شکار و ما هرچه میگفتیم که شما بیا از این اسلحه نو استفاده کن استفاده میگن، و همین برای من خوب است. باری علیرضا به عنوان آدمی که لایق بوده و دارای عرضه بوده مشهور شده بود و میگفتن فرزند لایق رضا شاه علیرضا است، اینو مردم میگفتن. از ما بچه بودیم داستان ها رو عرض میکنم که مینوشتیم. یک شخصیتی به نام سرلشکر شفایی داریم که میگوید علیرضا یک روزگاری قهر کرد و رفت به فرانسه و پادشاه ایران محمد رضا شاه منو فرستاد که بروم و ایشون رو برگردونم. کتابش عنوانش هست ماجرای شاپور علیرضا. میگوید که ما رفتیم اونجا، ایشون گفتن که برادر به ما هیچ شغلی نمیدهد، هنوز ارسیه ما رو نداده و من خیلی از دستشون ناراحت هستم و سرانجام به هر صورت به ایران آمده. این داستان در واقع اینجا نشان دادن، به نظر نمیاد که این دیالوگا واقعا تاریخی باشه و به شرط اونها حساب کرد که بیاید علیرضا به برادر شاه ایران بگوید که یا شاه آینده ایران در نوزگار بگوید که میخوایی به من سن بدی همه تون نمیکشم. خیلی فرومایه و خیلی به قول اینجایی ها چیپ بود این دیالوگ. فکر نمی کنم همچین چیزی اتفاق افتاد که همچین صحبتی شده باشد که کسی بداند و در بابش مطلب بنویسد و بعد بیفتد به دست عرض کنم که کسی که بخواهد در بابش فیلم بسازد. این است که اینها چند مطلب رو در این اپیزود اول چند مطلب رو برکشیدن که خباثت ها رو بر روی اون در شماره های آینده بنا کنن. یکی موضوع کران هست، یکی موضوع در واقع علیرضا به خصوص، یکی هم موضوع اون آقایی که تراخم داره و مرتب میگوید رضا شخصی رضا ماکسیم. ماکسیم اسم یک مسلسلی بود، چون در روزگار قدیم از سلاح ها پرکار نبودن، اول سرپر بودن بعد فشنگی شدن بعد مسلسل ساخته شد. مسلسل که ساخته شد این دیگه اسلحه مرگباری بود که ارتش ها به اون مجهز بودن. ارتش ایران هم چند تا اسلحه ماکسیم وارد کرده بود و خب بسیار سنگینه. میگوین رضا شاه تنها کسی بود در اون دیویژن که میتوانست این اسلحه این مسلسل رو حمل بکنه. بنابراین رضا شستی و رضا ماکسیم که این آقا میگوید اشاره هست به این مطلب، به این مسلسل های ماکسیم که
در اروپا فکر کنم در آلمان ساخته میشد، در ایران هم آورده بودم و از کنم که بدین جهت است که این آقای برتر میگوید ای رضا شستیر، ای رضا نمیدونم چی، در واقع این شخصیت خیالی است و معلوم هم نیست که کیست و وجود جعلی او در این فیلم محسوس است. اجازه بدید که اخبار رو بشنویم، برمیگردیم خدمت شما یا خطها رو باز میکنیم با شما صحبت کنیم یا مطلب ادامه بدیم تا چند دقیقه دیگه. درود مجدد و شما هموطنان گرامی، و در واقع یک تحلیل کوتاه کردیم از این فیلم معمای شاه، این بخش اول هست و من نگاه میکنم دنباله این داستانها رو، اینا بسیاریش ارزش هستن، ارزش این که ما وقت بگذاریم و اینا رو همه رو تحلیل کنیم، واقعا اینا ارزش این کار رو ندارن. اما من نگاه میکنم جاهایی که دیگه خیلی دروغهای شاخدار به میان آوردن، اونها رو حتما جدا میکنیم از بقیه و یکی یکی برابر با تاریخ میبریم جلو تا ببینیم که از شبت که به کجا میخوان برسانن این داستان رو. عرض کنم اینا قصدشون فقط تخریب هست، قصد اینا هرگز رو روشن کردن مردم نسبت به تاریخ ایران که نبوده و نیست، مخدوش کردن تاریخ هر آینه عرض کنم که کار این قدرتمداران بوده متاسفانه، و به همین دلیل هم هست که ما تصویر درستی از تاریخ خود به دست نداریم. یعنی همواره کسانی که قلم به دست بودن و در خدمت دستگاه های قدرت بودن، اینها چهره مخالفین رو زشت نشون میدادن. ما همین تاریخ اسلام رو هم که نگاه بکنیم، قهرمانان بزرگ استقلال ایران که از دورهای نخستین در واقع پیدایش اسلام اینها برای مبارزه برخواستند، این مورخین اسلام هر کدام به وجهی به اینها ورچسب‌ها زدن، در باب بابک خرم‌دین چیزها گفتن که نادرست بود، در باب فرض کنین اسماعیلیه که خب یک گروه خاصی بودن و هدف خاصی رو دنبال میکردن چیزها گفتن. اینها همواره قلم به دستان بودن که عرض کنم که چهره مخالفین رو اونچنان که هست نشان ندهن و دروغ نویسی کنن. اینها هم خب اینا دیگه به قول معروف دروغ‌ترین دروغ‌گویان هستن و کارشون از ابتدا با دروغ بوده. یعنی شما هرچی نگاه کنید به حرفای اینا، به احادیث اینا، به کتابهای اینا، کلامی از حقیقت شما پیدا نمی کنید جز ترفند و نیرنگ و دروغ و دروغ بعد از دروغ. و امروز هم نشستن عرض کنم که از این کارا میکنن، بودجه بسیار هم در اختیار دارن، البته که ذهن بچه های ایران رو نسبت به گذشته بدبین بکنن و مردم ها خدا را شکر بکنن که عرض کنم که از چنین موهبتی برقرار هستن. یکی از منابع خیلی خیلی خوب من پیدا کردم در باب این جریاناتی که اتفاق افتاد در اون چند دهه، مجله خواندنی هاست که دوست عزیز از اهواز برای من برسن، دو مجلد است و شرح همه این روایع در اینجا هست و در واقع از عروسی ثریا بگیرید و فوزیه بگیرید و داستان کودتا و محاکمه رکن مصدق و از کنم که قضایای دستگیری توری ها و اینا، اون روز هنوز در واقع سانسور جان نگرفته بوده، رفته رفته سانسور آمد. در اون دوره مطبوعات آزاد بودن، وقایع رو می نوشتن و دولت ایراد می گرفتن و وقتی آدم اینا رو می خواند
واقعا واسه آه افسوس است، واقعا آه افسوس. یعنی در کشوری که قلم آزاد نباشد و روزنامه آزاد نباشد، چنان که امروز نیست، شما مطمئن باشید که سر تا پای اون سیستم رو فساد فرا میگیرد. این روزنامه ها هستند که اینها کارخانه های تصفیه فساد دولت هستند. در اون روزگار ما هنوز عرض کنم که یادگار مشروطه هنوز روزنامه های داشتیم که بقایای لوبرجی که بودن نوشتن. بنابراین اسناد در دست ما هست، مورخان بودن. این است که نمیشه بعد در باب مطالبی که عرض کنم شاهدان عینی اونجا بودن، روزنامه نگاران بودن و مطالب رو می نوشتند و اینا دروغ های شاخدار ساخت. من دوست دارم نظر هموطنان هم بشنوم. سپر جان تلفن سرزمین جاوید رو در اونجا اعلام بفرمایید تا ببینیم نظر هموطنان چگونه است در باب این مطالبی که گفتیم و فیلمی که نشان دادیم. عرض کردم این شماره اول بود، حالا بعد میرسیم. اگر دقت کنیم در کار مثلا فیلمسازی این رژیم، محال است چیزی که در آن عظمت ایران زمین یا بزرگواری های رجال ایران زمین یا از کنم قهرمانی های مردم ایران باشد، در اینا هرگز پیدا نمی کنیم. داستان حبیب ابن مظاهر است و از کنم ماجرای کربلا و دوستان اون سو. پنداری که ما نبودیم، در صفحه تاریخ ایران زمینی نبوده است. 2500 سال تاریخ وجود نداشته و این همه آثار تاریخی که بر جاست. الو بفرمایید. با سلام جناب آقای مهندس مشیری، با تشکر از برنامه‌ای که امروز دیدم. من این فیلمی رو که به اسم شهرزاد درست کردن در جمهوری اسلامی ندیدم، ولی اینطور که شنیدم مورد استقبال مردم قرار گرفته. من پرسشم از شما هست که آیا این در نظر الو رشی بردن. الو بفرمایید. قربان تو برم. بفرمایید. من خوشحالم از صدای تو. منم همینطور. تلویزیون برای روشنگری جامعه ایران که الان دارن اونجوری خودشون دیوانه کردن و هی حمله میکنن عربستان شیعه رو در جامعه خود ایران دارن هر روز میکشن کشتن میکنن. بله، بزرگترین قهرمان شیعیان در ایرانه. بله بارکلا. بعد درست میفرمایید، ادامه بدید لطفا. بعد اینها اینا صبح تشد دارن شیر کشی میکنن داخل ایران، تمام ملت ایران رو دارن قتل عام میکنن برای به یک آخوندی که در عربستان کشته شده به این صورت در آن خوشبازی در ایران. تمام این کارهایی که اینا میکنن فساد روی زمین اینا آخوندتر. بله بله، کارهایی که اینها میکنن در طول تاریخ هیچ رژیمی برای ملت خودش نکرده. خیلی ممنونم عزیزم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. انشالله همیشه موفق باشید در کارتون. قربونتون برم. نکته خیلی درستی گفتن هموطن با. آقا بزرگترین محل کشتن شیعیان در ایران است. در ایران است که شیعیان رو میکشن. حالا نه تنها شیعیان، عرض کنم که بقیه مردم هم میکشن، اما بر صورت اگر مقصود شیعه کشی است خود در ایران بیشتر کشن. هلو سلام، از شما بفرمایید. قربان.
من چند جلد کتاب، یعنی مجله حبل المتین دارم. بله. این به درد شما میخوره، من میتونم برای شما بفرستم. بله، حبل المتین خیلی نشریه خیلی مهمی بود در روزگاری، و اگر خطا نکنم حبل المتین رو در روزگار خیلی قدیم چاپ میکردن در هندوستان یا ترکیه و به ایران میفرستادن. بله بله، کلکته. بله، و به ایران میفرستادن. اگر اشتباه نکنم سید جمال الدین در این کار دست داشته یا این را آغاز کرده، سید جمال الدین اسدآبادی اگر اشتباه نکنم. و اینکه شما دارید خیلی خیلی جالب است و من خیلی خوشحال خواهم شد که ببینم حبل المتین رو. من اینو حتما خوب را زیاده به صورت دو جلد کتاب. بله، شما میفرستم حالا بعد با شما تماس میگیرم که از چه طریق. خیلی خیلی ممنونم از شما. من از شما خیلی لطف کردید. بله، الو بفرمایید. بفرمایید قربان. آره من الان از اروپا دارم با شما هستم. شما دیگه یکی دیگه هستی با تلویزیون. نه خیلی بفرمایید، صداتون پخش بشه. بفرمایید. جانم جانم بفرمایید. بفرمایید. از حضورتان الان من در دانشگاه پلیس سال دوی شما بودم. بله بله، من خیلی گلایه دارم از شما، مخصوصا وقتی به ارتشی ها خوش بودی. قبلا هیچ فرد کنینی به من بگی نفتر استبداد بودی و نمیدونم با مصدق میونه نداری، بهتون عرض کنم که این توحیلی که به ارتشی ها میکنی اصلا کار درسته نیست. هم دوره خود اجازه بدین، اجازه بدین عزیزم، من از شما عذر میخوام این تقدر کردم. اصلا من یادم نمیاد که توهینی به کسی کرده باشم و این اتهامات رو به ما نبندین عزیزم. ما بحث ما از اونجا شد که این سر صدا شد که ما به اون چهار جنرال معروف که میدانی پیش از اون که بدانن که این آخوندها میخوان چیکار بکنن، به جای پشتیبانی از دولت وقت، دولت قانونی وقت، به نخست وزیری سپر ببخشید دکتر بختیار، اینا رفتن عرض میکنن که سوگندنامه خوردن و زانو زدن و به آقای خمینی عهد بستن، قسم قرآن خوردن، ارتش رو تسلیم کردن. شما فکر میکنن که یه خود کملوتی فرمودی. بفرمایید جونم. بفرمایید شما آقای مجری. اولا سال 2016 بر شما و همه آزادیگان و آزادی خواهان واقعا خوش است. زنده باد آقای مشیری. فرمان دیگه بشون کردم من به همه شماره 0101 آخر زنگ دادم رسالت رو پیغامگیر، بعد به پارت زنگ دادم گفتن که همون شماره زنگ دادم. آقای اندفعه که زدم گیره به خاطر که من یه خط بیشتر نداریم دوست عزیز و اشکال نداریم. بله بفرمایید. یه فقط بخواستم رویاد اینو حل بکنم که آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله که بعد از شهریور 20 اینا چاپ شده و به چاپ کردن خوشبختانه نمیده منم خمیرش کنم از این ببرم، سب شماره صفحه رو یادم نیست، ولی با دقت من از روی خودش کتاب نوشتم دیگه 9 عشره خدا فرمانده های مشیری هم به تنان عزیز میگه 9 عشره اصول مذهب ما تقیه است، یعنی 90% اون چه میگن در واقع دروغه. بعدم از امام جعفر صادق هم کد میاره که در واقع امام جعفر صادق هم در واقع همین کارو میکرده و اینا. حالا خواستم اینو بینندگان و دوستان بدونن که این رژیم، این آخونده ها اصلا پای و اصول کارشو نمیگم فرو، میگه اصول مذهب ما و پای دروغ است که باید همه آگاه باشه. قربونت برم. شما خیلی ممنون، لطف کردید. بله، تقیه باعث از مایه تقوا و پرهیزگاری بیاد، یعنی که شما تن بزنید از دینی که دارید. اگر پرسیدن که شیعه هستید بگوید نیستید.
حالا یک روزگاری شاید برای حفظ جان رافضی ها بوده، در واقع شیعیان رو میگرفتن و میکشتن و اینها، اما جز اصول در واقع فکری و دینی اینها شده که دروغ بگویند که ما مصلحت کردیم، خدعه کردیم. عرض کنم که بله بفرمه قربان جانم، بفرمایید. زنگ زدم مثل این که صدای من خوب شنیده نمیشد. اگر الان صدای من خوب شنیده، صداتون بسیار بسیار فصیح شنیده میشه، بفرمایید. خواهش میکنم. من شنیدم که این فیلم شهرزاد هم که ساخته شده در جمهوری اسلامی مورد توجه مردم قرار گرفته، من از اون ندیدم. بله. گویا اینطور که شما دیدین، من پرسشم این است که از نظر طرز فکر و خواسته جمهوری اسلامی بین این فیلم شهرزاد و این فیلم معمای شاه میبینید که یه هدف مشترکی داشته باشه یا نه؟ حالا نمیدونم من صحبت کردیم پیشا پیش یا نه، ولی من نشنیدم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما عزیزم. من خدمت شما عرض کنم که در باب شهرزاد هم چیزها شنیدم اما ندیدم. هیچ یک از اینها رو من ندیدم. یعنی تنها چیزی که من دیدم فقط بخش اول همین معمای شاه در باب اون چه مربوط به شهرزاد هست من هیچ نمیدونم. وقتی که بررسی کردم و دیدم خدمتتون حتما گزارش میکنم، یعنی اینجا نشان میدیم ببینیم که اونها چه کردن. در واقع شنیدم اون در اون جا موضوع دکتر مصدقه که مطرح شده، اما چون من هیچ ندیدم هیچ اظهار نظری هم البته نمیتوانم بکنم. الو. بله. و گروهی گفتن که در ایران، این رو من شنیدم، مردم گفتن که این رو تحریم کنید، یعنی این همین یکی رو در واقع معمای شاه رو گفتن تحریم کنید، اما در واقع اون یکی من واقعا هیچ اظهار نظر ندارم چون ندیدم. اگر دیدم حتما خدمتتون اونم میاریم و نشان خواهیم داد. که چون در باب دکتر مصدق هم بیشترین جعل و دروغ ها در باب ایشان گفته شده، این کتاب هایی که نوشتن عرض کنم که اغلب جعل هست و دروغ هست و اتهام هست و مایه شرمساری است واقعا. و ما باید بدانیم که اگر از حقیقت به جایی نرسیم از دروغ حتما به جایی نخواهیم رسید. و این همه دروغ ها که در باب فرض کنیم میرزا طهی‌خان امیرکبیر در روزگار ناصری میگفتن و اتهام ها که میزدن به جایی نرسید. و الو بفرمایید قربان. درود بر شما قربان. آقای مشیری یه سوالی از حضورتون داشتم. جونم عزیزم بفرمایید. ببینید ما با این که شما دارم مثلا این انقلاب اسلامی رژیم اسلامی که به وجود اومد باعث شد که با دست خودش یه رنسانس مذهبی در ایران ایجاد بشه و نقش این دین برای همه ایرانی ها بهتر مشخص بشه. سوال من اینه که آیا اگه رژیم شاه باقی میمون ما میتونستیم از شر این مذهب راحت بشیم، یا اینکه با وجود این انقلاب این خدمت در حق ما ملت شده؟ ممنون میشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله بله ممنونم. خدمت شما عرض کنم که به من گفتن یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب در روزگار سابق هر کسی کار خودشو میکرد، یک کسی نماز میخوند، یک کسی نماز نمیخوند، یک کسی مکه میرفت، یک کسی مکه نمیرفت. زوری در کار نبود، تبلیغی در کار نبود. در واقع سیاست دولت هم دینی و مذهبی نبود. حالا بعضی ها گفتن که مثلا فرض کنید که فلان شخصیت میرفته مشهد یا اینا چیزای جزئی بوده. و سوالتون متافیزیکیه یکم، اینه که چون در تاریکیه نمیشه قطعا جواب داد که
آیا ما روشن بیشتر روشن می شدیم یا حالا که طعم تلخ جمهوری اسلامی رو در کام خود حس کردیم؟ اما بخش اول مطلبتون صحیح هست، یعنی مردم ما کاملا حکومت دینی رو شناختن، همچنان که اروپاییان شناختن، و اساسا حکومت دینی حکومت مردودی است به جهت اینکه حکومت ایدئولوگ هست، ایدئولوگ آسمانی، و به خصوص اسلام عزیز به جهت اینکه تمام دستوراتش همه از آسمان آمده و جانشین قانونگذاری انسان شده و اینها دستورات لایتغیر الهی است. بنابراین این ارتجاع قابل اصلاح نیست به هیچ وجه من الوجود، جز کنار زدن این دین و فرستادنش به مسجد و قانون جدید برای کشور آوردن هیچ چاره و هیچ راهی نیست. خود اینها هم نتوانستن همون دادگستری که زمان رضاشاه درست شده بود رو یک سر از میان بردارن، همون ساختار باقی ماند، به سر قوانینش هم باقی ماند، به جهتی که اسلام چیزی نداشت که جانشین بکنند. فکر کنم وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید و سپاس از سپهر تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.